بله، آقای بایدن دو روز بعد از پخش این نامه و فرستادن این نامه به وایت هاوس این سخنرانی رو کردن. البته من به عنوان یکی از کسایی که توی نوشتن این نامه دست اندر کار بودم، خب امیدوارم که این نامه تاثیر گذاشته باشه، ولی خب کلا بالاترین تاثیر حتما از مقاومت مردم ایران و دانشجویان ایران و دانشگاهی‌های ایران در داخل ایران میاد. ولی بله، آقای اوباما این مسئله رو مطرح کردن که ایشون اشتباه کردن. امیدوارم که آقای بایدن این سخنرانی آقای اوباما رو شنیده باشن و این اشتباه رو تکرار نکنن. این اشتباه خب یه مقدار زیادی به خاطر لابی های رژیم ایران در آمریکا، به خاطر یک سری از دجالگری های رژیم ایران، به خاطر سایبر آرمی ایران که یکی از بزرگترین سایبر آرمی های دنیا هست، در شیطان سازی هایی که می کنند، در فراافکنی هایی که می کنند، در دروغ پراکنی هایی که می کنند، خب اینها همه تأثیر گذار بوده. و خب ولی می دونم که این مقاومت، این قیامی که الان توش هستیم فرق می کنه. خیلی چیزا عوض شده. مردم ایران از رژیم ایران و همه باندهای اون عبور کردن، میدونن که باید این رژیم رو با همه دستجاتش، با همه لابیهای درونی و بیرونیش سرنگون کنن. مردم به این رسیدن که این رژیم سرنگون شدنیه، یعنی اینو درک کردن و این یه قدرت عجیب غریبی بهشون داده. بین مردم یک اتحادی، یک همدلی پیدا شده که دیگه تبلیغات کسایی که میخوان اینو تفرقه بندازن بینشون و مثلا یه جایی تبلیغ کنن که جدایی اقوام هست و جدایی ایرانیان داخل و خارج هست از بین رفته و این صدای ایرانی ها رو و اون چیزی که آقای بایدن میشنوه خیلی قوی تر میکنه. میدونین مردم ایران، جوانای ما تو خیابونا دارن نشون میدن که از ترس گذشتن. ترسی که قبلا ها شاید مال تظاهر کنندگان بود، الان تبدیل شده به ترسی که مال رژیم و ایادی اون و سربازاش و بسیجیاش و پاسداراش هست توی خیابونا. مردم دیگه این دکون فریب و دجال بازی رژیم رو گل گرفتن. و میدونین مثلا نمونه این یکی جنایت وحشتناکی بود که رژیم توی شاه چراغ کرد که هیچ کسی دیگه نخرید که این جنایت نمیدونم از طریق ایادی خارجی و فلان و بساره و همه فهمیدن که خامنه ای شخصا پشت این جنایت بوده. ارزش های ملی ما، ارزش های انقلابی ما، ارزش های انسانی ما بین مردم دوباره زنده شده و اون شجاعت و دلاوری رو دوباره برگردوندن بین خودشون. خب خیلی چیزها عوض شده و آقای بایدن حتما این پیغام رو گرفته. صدای ما، صدای دانشجوها، صدای وکلای ایرانی که به طور مشخص در خارج از دنیا پخش شده، یه سری دیگه پتیشن ها و نامه های بازی که به با آقای بایدن نوشته شده، اینها خیلی قوی هستن. یا در کنار ملت ایران اینا رو نمیشه ندیده گرفت. بنابراین شک دارم که آقای بایدن اشتباه آقای اوباما رو دوباره تکرار کنه، وگرنه همون جوری که مردم ایران داد میزدن تو خیابونا که اوباما اوباما با ما یا با اینها، مجبورن عین این شعار برای آقای بایدن هم بدن.